سلام، خوش اومدید. من احسان آمرتوسی هستم. تلاش هنرمندان برای تجربه گری در شاخه‌هایی از هنر که با تخصص اصلیشون متفاوته موضوع تازه‌ای نیست و در همه جای دنیا هم اتفاق میفته. اما چیزی که اخیراً منجر به اعتراض گسترده در فضای مجازی و در نهایت کنسل شدن نمایشگاه نقاشی تهمینه میلانی کارگردان سینما در ایران شد، در واقع اعتراض به بی‌کیفیت بودن آثار و گرفته شدن مجال از جوانان گمنامیه که گالری‌ها لزوماً چنین موقعیتی رو در اختیار اونها قرار نمیدن. شما با این انتقادها موافقید یا خیر؟ و یا اینکه فکر می‌کنید اصولاً آزادی بیان شامل آزادی انتخاب مدیوم و شیوه بیان هنری هم در واقع میشه و در نهایت این مخاطبان و منتقدان آثار هنری هن که ارزش و اصالت یک اثر رو تعیین میکنن؟ اینجا هشتگ شماست برای اینکه در این بحث شرکت بکنید. این راههایی که زیر صفحه تلویزیون میبینید رو یادداشت بکنید. از طریق ایمیل، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و توییتر میتونید نظر بدید، یا یعنی اینکه زنگ بزنید به شماره که روی صفحه همین الان ظاهر شد. جزئیات بیشتر درباره نمایشگاه اخیر و جنجال‌های پیرامونش رو با هم دیگه در یک ویدیو کوتاه می‌بینیم. در برنامه امروز سعی کردیم بیشتر از حضور هنرمندانی که دعوت کردیم به برنامه و دعوت ما رو پذیرفتن استفاده بکنیم بعد از این ویدیو. ولی امیدوارم درس عبرتی بشه براشون که دیگه وارد چیزایی که تخصصشون نیست اصلا وارد نشن. خیلی خوشحال میشیم اگر این اتفاق بیفته. صداش دورگه میشه، شبیه وقتهایی که رادیو بین دوتا موجگیر کرده. بسیار خوب. این که حالا شما موافق این نوع تنوع در کار هنرمندان هستید یا خیر رو در ادامه برنامه از زبان خود شما خواهیم شنید. فعلا بذارید که از طریق اسکایپ با منصور تهرانی صحبت بکنیم، ترانه‌سرا و فیلمساز. آقای تهرانی، احتمالاً عده‌ای هستن که شما رو به خاطر به خصوص اون ترانه معروف یار دبستانی من با صدای فریدون فروغی به یاد میارن. عده‌ای هم هستن که شاید به سوابق شما به عنوان یک فیلمساز به خصوص اوایل انقلاب قبل از مهاجرت شما اشاره میکنن. به عنوان کسی که هر دو حوزه رو امتحان کرده، الان صحبت از همین امتحان کردن و تجربه کردن در حوزه‌های مختلف هنری داریم میکنیم. اصلا چه چیزی باعث شد که شما احساس نیاز بکنید که لازم هستش که به یک مدیوم هنری جدیدتر مثلا سر بزنید و اونجا رو هم امتحان بکنید؟ و آیا در این ایراد شما شخصا میبینید یا خیر؟ نه، ایرادی نمیبینم، کلا ایرادی نمیبینم. به هر حال در مورد خودم هم اگر بگم، من در دوران نوجوانی فیلم کوتاه ساختم و جوایزی گرفتم، عشق سینما داشتم. بعد خب ترانه‌سرا شدم و ترانه‌سرای شغلم شد، پول در می‌بردم ازش و زندگیم شد.
اما بعد از انقلاب دوباره برگشتم به سینما، چند تا فیلم ساختم، ها رو اوایل انقلاب بود و ممیز خیلی شدید و بلا تکلیف بودن همه و چند تا فیلم متوسط ساختم. اما یک نفر که یک کاری رو انجام میده، یک هنرمندی در طول عمرش، در طول زمانش، ممکنه یک علاقه شخصی هم داشته باشه و هنر شخصی داشته باشه که یه جایی بخواد بروز بده. مثلا من میتونم از عباس کیارستمی، ناصر تقوایی که عکاس‌های خوبی هم بودن، نمایشگاه عکس گذاشتن، یا سهراب سپهری که هم شاعر بود هم نقاش بود، فروغ فرخزاد که شاعر بود سینما را هم تجربه کرد، همین هنرپیشه‌های داخل ایران که خوانندگی هم میکنن، گاهی آقای گلزار و حتی آقای مریدی، مدیری بخشید، مهران مدیری. بله تو الان ما در ویدیوی اول برنامه از آقای مدیری هم یه بخش رو پخش کردیم. اما حالا به هر حال ممکنه در نظر مخاطبان اینکه این تجربه‌ای که شما گفتید موفق هستن یا موفق نیستن نظرهای متفاوتی باشه. نمیدونم صدای من رو دارید آقای تهرانی؟ صداتون رو میشنوم. در مورد آقای مهران مدیری باید عرض کنم که ایشون در نمایش بسیار توانا هستن، اما اینکه چقدر خوانندگیشون رو جدی میگیرند اون به خودشون مربوط میشه دیگه. میام بعضی کنسرت ایشون طبق چیزی که از فیلم ها به نظر میاد پر هست، ولی آیا همین استقبال دلیل کافی برای این هست که بگیم ایشون خواننده خوبیه واقعا یا موفق بوده در عرصه خوانندگی هم، یا فقط فروش دلیل نیست، معیار نیست؟ من فکر میکنم که اگر کنسرت ایشون پر بوده قبل از هر چیز به خاطر شخصیت و کاراکتر این سالهاش بوده، به خاطر این سریال های خوبی که ساخته و معروفیتی که اصولا داره، و وقتی همچنان آدمی میخواد بیاد حتی سخنرانی هم بکنه شلوغ میشه. اما ایشون صدای بدی نداره البته، ولی فکر نمیکنم خودشم خوانندگی رو زیاد جدی بگیره. بسیار خوب، با ما بمونید آقای تهرانی. من با سوالات دیگری از شما دارم، فعلا بذارید که روی خط تلفن بتونیم با هنرمند بعدی صحبت بکنیم. فکر میکنم ناصر تیمورپور باشه اگه اشتباه نکنم، ببخشید امیر موبت هست. اول با ناصر تیمورپور در ادامه بحث صحبت میکنم. آقای موبت، شما مشخصا جزء یکی از اون هنرمندانی بودید که من وقتی شبکه‌های اجتماعی رو تو روزهای اخیر نگاه میکردم دیدم بسیار نظر مشخصی داشتید، بسیار در واقع نگاه نقادانه‌ای بود و اصلا درست ندیدید این کاری که خانم میلانی کردن، وارد حوزه نقاشی شدن. آیا این به این معناست که در واقع معتقد به این هستید که هر هنرمندی فقط باید در همون حوزه تخصصی خودش باقی بمونه، یا دلایل دیگری هست برای این انتقاد شما؟ اگه اصل انتقادتون رو خیلی کوتاه و فشرده بگید ممنون میشه. با عرض ادب و سلام خدمت بینندگان، نظر من چیز نیستش، نیستش که کسی اجازه کار کردن تو رشته دیگه ای رو نداره. من یه ذره توی در واقع کار حرفه‌ای سختگیری دارم و اون سختگیری معناش این هستش که اگر که من هنرمند دارم، مثلا اگر که نقاشی میکنم، این نقاشی یک در واقع کیفیتی رو باید داشته باشه. من نمیتونم توقع یک کار خام دستانه و بی تجربه رو از خودم چیز کنم، در واقع اجرا کنم و توقع یک برخورد و نمایش در یک موقعیتی که جاش نیست رو توی ذهنم داشته باشم. خب اما در عمل آقای موبد، اتفاقی که میفته اینه که در مورد بعضی از افراد به خصوص کسانی که مثل خانم میلانی از شهرتی برخوردارن در سایر حوزه ها این اتفاق میفته، یعنی با اینکه شاید خودشون هم توقع نداشته باشن حالا خیلی استقبال عجیب غریبی از نمایشگاهشون بشه، اما اتفاقا میشنویم که بیشتر کاراشون شاید همش به فروش رسید، با اینکه یکی دو روز هم بیشتر نمایشگاه برگزار نشد و نهایتا به خاطر مسائل و حاشیه‌ها کنسل شد این نمایشگاه. چیه در نهایت که یک هنرمند رو بهش این اعتبار رو میده که اعتماد به نفس پیدا بکنه وارد یک حوزه غیر مرتبط بشه؟ آیا فروش آثار هست؟ آیا استقبال مردم مثلا در سالن کنسرتش هست؟ یا اینکه واقعا باید منتقدان جدی بیان و نقد بکنن آثار رو که بگیم ایشون پذیرفتیمش به عنوان یک نقاش از این بعد؟ دلایلش که زیاده، ولی من یه خیلی چون زمان کمه من مجبورم خیلی خلاصه و فشرده بگم. بزرگترین مشکلی که ما داریم فقر فرهنگی، و فقر فرهنگی باعث میشه که اتفاقات ناخوشایند و غیر در واقع واقعی اتفاق بیفته. من در واقع اگر که تا
توی موقعیت شغلیم به خودم آگاه باشم و به دانش خودم آگاه باشم، خودم رو توی موقعیت قرار نمیدم. بله متاسفانه اتفاقی که داره میفته و این مربوط به ایران نمیشه، همه جای دنیا در واقع کسایی که شهرت دارن از این شهرتشون میتونن استفادهای چیز کنن، استفادهای در واقع ابزاری برای منافع کاریشون یا منافع حالا چیزهایی که در ذهنشون هست رو انجام بدن. ولی یه چیزی که وجود داره این که تو شمایی که در واقع این تصمیم رو میگیرید که این کار رو به نمایش عموم بذارید، این عموم بودن یک چیزی داره، یک معیاری داره. من نمیتونم دوربین خونگیم رو در واقع روشن کنم، فیلم بگیرم و توقع داشته باشم اون فیلم خام دستانه من به یه موقعیت بینال جشنواره که معتبرن یا مثلا سینمایی که موقعیت مناسبی داره بتونم تو اون چیز کنم، اون رو نشون بدم. این میشه فهم من از اون چیزی که خروجی دادم. این فهم میشه اون فقر فرهنگی که ما متاسفانه دوچارش هستیم. بسیار خوب آقای موبد، من یک سوال دیگه از شما دارم ولی فعلا با ما بمونید. از منصور تهرانی در سوئد این سوال مشابه سوال شما رو باز بپرسیم. آقای تهرانی، به نظر شما بهترین قاضی برای این که بگیم یک اثر هنری واقعا از اون ارزش‌ها و ویژگی‌های لازم برخوردار هست یا خیر چیه؟ کیه؟ آیا زمان میشه گفتش که طبق اون چیزی که جا افتاده، حالا شاید هم کلیشه باشه، بهترین قاضیه؟ یا اینکه لزوما حتی ماندگاری یک اثر به این معنا نیستش که اون اثر بهترین ویژگی‌ها رو در خودش یک جا جمع کرده بوده. اینکه مردم استقبال بکنن آیا در این حال میتونه به این مفهوم باشه که خب کسی سلیقه مردم رو شکل داده؟ مثلا گالری داری که هر اثری رو میپذیره به خاطر فروش بالا بذاره تو گالریش، اونم به نوعی داره در واقع سلیقه جامعه رو شکل میده. از نظر شما بهترین قاضی کیه؟ حالا الان که صحبت خانم تحمینه میلانی شد، ایشون فیلمساز خوبی هستن، یعنی فیلم‌های اجتماعی خوبی ساختن. احتمالاً این نقاشی از سال‌های کودکی جوانی هم تو باهاشون بوده و باید یه جایی بروز می‌دادن. من اصلا وارد اون هیته کپی و این چیزا نمیشم، اما اغلب هنرمندان در جهان هم این رسم هست و این دوگانگی وقتی که یک هنرمند رو در یک جایی میشناسن به عنوان هنرپیشه، میره خواننده میشه، به عنوان خواننده است فیلم بازی میکنه، یعنی دیگران ازش استفاده میکنن. وقتی یک خواننده خیلی معروف میشه، همونطور که در سینمای قبل از انقلاب هم بود الان هم هست، خیلی معروف میشه، زود میکشنش به سینما. و این دست خودش نیست، اون میخواد خوانندگیشو ادامه بده اما میخوان ازش استفاده دیگری هم بکنن اونهایی که دست اندر کنن، بنابراین کشیده میشه به یک کار دیگه. احتمالاً در اون کار اگر خوب باشه و استعداد داشته باشه موفقه، هیچ مانعی نداره که در دو بسیار ورته اینها کار کنن و هر دو موفق باشه. من هیچ اشکالی نمیبینم برای یک هنرمند. از بعضی از انتقادهایی که در شبکه اجتماعی مطرح میشد اینطور برمیومد که بعضی ها شاید به یک نوع در واقع جایگاهی برای نظارت بر کیفیت آثار اعتقاد دارن، معتقدن. آیا این ممکنه بیشتر مشکل ساز باشه نظیر اون ممیزی که وزارت ارشاد حالا به بهانه ممکنه کیفیت گاهی اوقات ایدئولوژیک هم با آثار برخورد بکنه، یا یعنی اینکه واقعا فکر میکنید بودن یک همچین مرجعی بدم نیست برای کار هنری و اگر بودنش لازمه اون مرجع کجاست واقعا؟ یعنی مبیزی باشه برای اینکه کسی بتونه کار دومی بکنه، این که خیلی بدتره. نه لحاظ کیفیت آثار به نظر میاد در شبکه‌های اجتماعی بعضی میگفتن آقا باید یه جایی یه چیزی بالاخره بخواد کیفیت نهایی رو تایید بکنه، بعد مثلا در گالری بخواد آثار به نمایش در بیاد. شما موافقید با این نظر؟ فکر می‌کنید واقعا بعد اونطور که گفتید؟ من به اعتقاد من اصلا درست نیست. هنرمند باید آزاد باشه، خودش تصمیم گیرنده کاراکتر خودش باشه. کاراکتر و کاریر خودش رو خراب می‌کنه اگر از یک کاری که موفقه بره توی یک کاری که موفق نیست، یعنی به اون کاری که بخشی که موفقه لطمه میخوره. طبیعتا هنرمند هیچ وقت این کارو نمیکنه، نیازی نیست که کسی جلوشو بگیره یا بسیار باشه که بخواد بگه. اما اگه مسئله این است که مثلا نقاشان
گمنامی هم هستن که دسترسی به گالری ندارن، اون مقوله دیگری است. به نکته خوبی اشاره کرد آقای ترانی، به همین بهانه چون وقت خیلی محدوده بذارید برگردیم پیش امیر موبد. آقای موبد، با من آخرین سوال، بعضیا به کارکرد و اون مکانیزمی که در واقع پشت انتخاب آثار هنری و هنرمندان هست توسط گالریدارها اشاره میکنن و خیلی نقد میکنن این جریان. خود شما الان دیگه طبیعتاً مشکل ندارید، ولی در ابتدای کارتون واقعا شده بود که به مانع بخورید فقط به خاطر اینکه شهرت ندارید و گالریدارها از شما استقبال نکرده باشن، ولی میدیدید که عملا کسانی هستن که سلبریتی هم به قول معروف فقط به خاطر شهرتشون کارشون داره پیش میره. واقعا مشکل گالریدارها رو شما تجربه کردید یا نه؟ بله، طبیعتاً تمام کسایی که کارو شروع میکنن و تازه کار هستن تو هر رشته این اتفاق میفته، برای اینکه دانشی که شما دارید در طول زمان به مخاطبینتون در واقع منتقل میشه. من چیزی رو که توی ادامه صحبت شما میخوام اضافه کنم، مثلا خانم میلانی اگر که دوست دارن نمایش نقاشی بذارن، تجربیات خامدستانشون قرار نیستش که توی یک محیط عمومی دیده بشه. شما میتونید این توی پروسه چیز خودم رو میگم، در واقع رشته‌ای که من توش دیس کردم، این در واقع تو استودیوهای شخصی دیده میشه، در موردش صحبت میشه، کار رشد میکنه، شما کار میکنید و این یک تداوم و یه ریستی رو داره که باعث رشد من هنرمند میشه و در طول یک ریستی که حالا چه عددش تبدیل میشه به اون در واقع کسی که حرفه‌ایه و کسی که آماتوره و اون میشه قاضی که من خودم میتونم به یه صلاحیتی توی درون خودم برسم که قبول داشته باشم این کار در واقع ارزش عمومی گذاشتن رو داره. و طبیعتاً هر رشته مشکلات خودش رو داره و به نظر من اینجا خانم تو این موقعیت، خانم میلانی با هوش زیستی که داشتن و کارهایی که داشتن، این یه مقداری منو چیز کرد، منو در واقع دوچار سوال کرد که ایشون چطور این موقعیت رو با هوشی که نشون دادن دارن، این در واقع اینو نتونستن تشخیص بدن که موقعیت مناسبی نیست برای بروز کارهای خامدستش. مرسی از شما. با امیر موبد و همینطور منصور تهرانی از سوئد خداحافظی بکنین. بریم براتون چند تا توییت بخونم. کیمیا نوشته که کیارستمی نقاش بود و فیلمساز شد، موفق هم شد. چرا؟ چون مبانی رو خوب درک کرده بود و اصول رو میدونست. نفس این کار مشکلی نداره، ولی کسی که تا این اندازه بدون تخصصه اصلا نباید این جرأت رو به خودش بده و به شور مخاطب توهین میکنه. ایشون تو حوزه خودشون هم کارهای چیپی میکنن. نظر کیمیا هست. به حال رامین گفته که دخترم طراح آماتوره و تا حال از روی کارهای دیگران طراحی کرده، قرار خودش برای اولین بار گالری بزنه، منتها بعد از اتفاق خانم میلانی بهش گوش زد کردم، بعد طرح و کارهاش اوریجینال بشه، برای همین تصمیم گرفت از عکس‌ها یه طبیعت من الگو بگیره. به حال اینم توصیه یک پدر به دخترش است. اما بریم حالا ببینیم که هنرمندان دیگری که احیانا اونها هم در ایران طی سالهای اخیر معروف هستن به اینکه چند تا حوزه مختلف رو امتحان کردن کیا هستن. فقط محض اینکه بدونید این ماجرا مختص خانم میلانی و همین تجربه اخیر نبوده، بهنوش بختیاری بازیگر سینما ایران رو حتما میشناسید. ماه گذشته بود که ایشون با یک گروه موسیقی همکاری کرد، آواز خوند براشون و در واقع به جمع کسانی مثل مهران مدیری پیوست که او هم با وجود اینکه به حال به خاطر چهرهش در سینما و تلویزیون شناخته شده، اما وارد عرصه خوانندگی هم شدن و همونطور که گفتم کنسرتاشون هم به نظر میاد که شلوغ. همین چند شب پیش هم به خاطر خوندن یکی از آهنگای زنده یاد هایده بسیار در شبکه اجتماعی دست به دست میشد این کلیپ ها. برای راهنما چندین کتاب شعر ترجمه کرده یا نوشته، ببخشید ترجمه نبوده، بیشتر آثار خودشون هست. و اینکه مامرزا گلزار هم به عنوان چهره‌ای که قبل از ورود به سینما البته کارهای موسیقی انجام میداد با گروه آریان، ولی عملا بعد از شهرتش در سینما باز برگشته و هر از گاهی این کارا رو انجام میده. الان به آقای کیارستمی اشاره شد در یکی از این توییتا که براتون خوندم. به هر حال تجربه های موفق و ناموفق بسته به نظر مخاطب زیاد هست. آقای کیارستمی در عکس و در عکاسی و حوزه های به حال ویدیو آرت و اینستالیشن هم تجربه های متفاوتی داشت که در دنیا هم بسیار از اونها مطرح شده بود. اما ببینیم بعضی از واکنش هایی که حالا به همین نمایشگاه اخیر
خانم میلانی بوده چه هست؟ هوشنگ گلمکانی منتقد سینما ایران گفته که آثار میلانی ضعیف بودند، اما هر کسی میتواند آثارش را با هر کیفیتی در هر زمینه هر جا که میتواند به نمایش بگذارد. دو تا از اون چهرهایی که در آلبوم عکس قبلی نشون دادیم در مورد کار خودشون در واقع دلیل این تجربه گری رو مطرح کردن. بهار رهنما گفته به نظر من نویسندگی جذابتر از بازیگریه، به خصوص در حوزه ادبیات. اما خب اینکه همچنان به هر حال به کار بازیگریشون هم ادامه میدن حتما دلایل دیگری دارن. رضا کیانیان هم به خاطر نمایشگاه عکسی که از او در گذشته سابقه داریم گفته که سراغ داریم، گفته که هر فیلم 120 هزار فریم عکس داره، اگر در 50 هزار تای آن باشم نور و عکس رو میدانم و خود به خود عکاسم. این هم دلیلی هستش که ایشون برای حضورشون دارن مطرح میکنن. بریم با مهمان‌های بعدیمون صحبت بکنیم. ناصر تیمورپور هنرمند از لندن و افشین ناغونی نقاش از همین شهر لندن ما رو همراهی می‌کنن. ناصر جان، به نظر میاد که به حال حمله‌های زیادی صورت گرفته علیه خانم میلانی در همین چند روز اخیر به خاطر این نمایشگاه، و بعضی وقتا حتی به نظر میاد که یه سری اصول اخلاقی هم در این حمله‌ها رعایت نمی‌شد. به هر حال نشان از یک خشمی داره توسط اون احتمالاً جوانانی که فکر می‌کنن بهشون عرصه کار هنری داده نمیشه. به نظر شما چقدر این انتقادها جدی هست و چقدر واقعا نیاز هست به این که بخواد یک چارچوبی، یک اصولی وجود داشته باشه برای کار هنری کسانی که تو اون حوزه شناخته شده نیستن؟ سلام عرض میکنم. ببینید، همچنان که دوستان اشاره کردن، هر کسی اجازه داره که هر جوری که میخواد حرفش رو بزنه، اگر حرفی برای گفتن داره. چون ما نمیتونیم انگیزه درونی خانم میلانی رو از خلق این اتودهای تصویری بدونیم، در نتیجه من بار یک مقداری از دوش ایشون برمیدارم و به دوش گالریدار و جامعه و خریدار و مخاطب میذارم که چرا در واقع کار به اینجا میرسه که ما میپذیریم ستاره هم رو تو عرصه‌های مختلف خارج از حوزه تخصصیشون. و این ایرادی که به نظرم بسیار وارد به منتقدهای ما، جامعه مخاطب ما و گالریدارهای ما. بیشک گالریدارها باید اعتراض کنن از این نمایشگاه ها، شکی درش نیست، ولی اینکه ما باید بدونیم هر نمایشگاهی که برگزار میشه چه از طرف هنرمند و چه از طرف گالریدار یک وظیفه اجتماعی بر دوش داره. اگر خانم میلانی تو فیلم‌هاشون دغدغه اجتماعی دارن، من نوعی انتظار دارم که توی نقاشی‌هاشون هم باشه. و من اعتقاد دارم نه تنها این قضیه ایرادی نداره که یک نفر توی یک حوزه دیگه کار کنه، بلکه لازم هم هست. یعنی یک کسی که کار تئاتر میکنه باید موسیقی رو بشناسه. اما آسیب شناسی این قضیه از کجا وارد میشه؟ پس اصل قضیه رو میپذیرید که خوبه که اتفاقا تجربه گری صورت بگیره، اما کجاست که آسیب میزنه و شما احتمالاً بهش انتقاد دارید؟ آسیب اینجاست که در واقع ایشون همونجوری که گفتم، نه فقط ایشون، من به هر کس دیگه ای که کاری رو ارائه میکنه که توی جامعه ای که دغدغه‌های بزرگی داره این کارها فارغ از اون دغدغه‌ها ارائه میشه و چیزی غیر از دغدغه مالی نمیشه پشت سرش متصور شد، ایراد به نظرم اینجاست. خب چطور میشه از یک گالریدار توقع داشت که فقط به صرف ارزش هنری اثر اون انتخاب بکنه برای نمایشگاهش و مثلا دغدغه فروش اثر رو نداشته باشه، وقتی که به هر حال در ایران و در خیلی کشورهای دیگه به هر حال کار هنری کردن اگر که همراهش سود مالی نباشه بسیار سخت میکنه ادامه اون کارو؟ نمیشه توقع داشت که در واقع اون سود مالی به تمامی حذف بشه. ولی وقتی که شما یک سلیقه بصری تولید میکنی در بلند مدت، یعنی گالریدار خوب گالریداری است که بتونه سرمایه گذاری کنه روی یک نیروی جوان، و این به چه صورت امکان پذیره که اون گالریدار خود یک سواد بصری داشته باشه، صاحب سلیقه باشه؟ در واقع یک جور نقش کیوریتورینگ و نمایشگاه‌گردانی اینجا مطرح میشه، شاید که ایشون بیاد بشناسه و بر اساس اون شناختی که داره بدونه که برای آرتیست جوان یک آتیه‌ای قابل تصوره و با حمایت کردن او خودش هم در طولانی مدت بسید. یعنی شاید بحث سر طولانی مدت و کوتاه مدت بودن سوده شاید. بسیار خوب، خیلی ممنون از شما، مرسی. با ناصر تیمورپور صحبت کردیم. نوبت افشین ناغونی میرسه از لندن. آقای ناغونی، شما به حال هم در ایران تجربه کار داشتید و شاید بیشتر عمر هنری شما در لندن داره میگذره. فکر میکنید چقدر واقعا این نکته فقط مختص ایران هست که هنرمندا بیان بخوان عرصه‌های غیر مرتبط با تخصص اصلیشون رو امتحان بکنن، و آیا شما هم مثل
آقای تیمورپور و بقیه هنرمندی که در بحث شرکت داشتن، اصل این قضیه رو میپذیرید که خوبه و لازمه، یا فکر میکنید باید توی یه حوزه بمونه هنرمند و در واقع حواسش رو پرت جاهای دیگه نکنه؟ با سلام به شما، به بینندگان و دوستان همکاران عزیز. ببینید، به نظر من اول بعد مسئله فرد رو از مسئله سیستم جدا کرد، این یکی. دوم اینکه هنرمند، من به شخص معتقدم که مسئله هنر مسئله ایده پردازی و خلاقیت و وجود دادن به اون ایده است. حال هنرمند به نظر من مجبور، هنرمند معاصر که در با میدیوم های مختلف آشنایی داشته باشه، آشنایی پیدا بکنه، نه تنها میدیوم، با دیسیپلین های مختلف. هنرمند معاصر باید بتونه که در زمین های مختلف کار بکنه و اون ایده ای رو که داره ببینه با چه میدیومی، با چه دیسیپلینی بهتر میتونه اونو به اجرا بذاره و از اون استفاده بکنه. این و اینکه بخواد با این میدیوم های مختلف هنرمند کار بکنه، برای زمین یه چیز طبیعی الان برای هنرمند معاصر. حالا ارزش گذاری اون یه مسئله کاملا جداگونه است. به نظر من فرق میکنه با مسئله اینکه شما نمیتونید برای هنرمند محدودیت ایجاد بکنید که از چه مدیومی استفاده بکنه یا چه با چه دیسیپلینی در چارچوب چه دیسیپلینی کار بکنه. خب ولی پس مشکل در کجا پیش میاد؟ وقتی که کسی مثل خانم میلانی یا بقیه هنرمندان که به حال اسم بردیم ازشون، اینا میان و همین تجربه رو میکنن، اما دست کم بخشی از منتقدان جدی جامعه هنری ایران اون رو درست نمیدونن، تجربه خوبی نمیدونن. اگر حرف شما رو بپذیریم که این تجربه گری کار خوب و لازمی حتی هست، پس این انتقادات از کجا داره میاد؟ ببین، به نظر من مسئله سیستمه که به هر حال ما یک فرهنگ، این باید فرهنگ سازی بشه در این زمینه که کار هنری چجوری ارزش گذاری بشه. کار هنری باید از بلحاظ ساختاری نقد بشه و ارزش گذاری بشه. و این نقد ساختاری رو فقط هنرمندها که آشنایی بصری دارن و منتقدین میتونن انجام بدن. مخاطبای دیگه به نظر من وقتی که شما با موانع هنری آشنایی نداری، فقط میتونی نظری که میتونی راجع به کار هنری بدی اینه که این کار خوشتون میاد یا خوشتون نمیاد، در همون حد. و ارزش گذاری رو، نقد ساختاری رو باید به عهده هنرمندا و منتقدایی که آشنایی دارن گذاشته بشه. بسیار خوب، خیلی ممنون. مرسی از هر دو نفر، ناصر تیمورپور و افشین ناغونی. فرصت خیلی کمی داریم، زمینه که عذرخواهی میکنم از کسانی مثل منصور از تهران و سارا از تهران و فروز از برلین که واقعا وقت نبود دیگه با اونها هم صحبت بکنیم. آنها بیشتر ربطی به ما و یا هیچ کسی نداره، هیچ کی هم مادرزاد تخصصی نداره. هر کسی حق داره کاری رو که دوست داره تجربه کنه. حالا اگر کسی حال نمیکنه، استقبال نکنه، طرفم ممکنه پشیمون بشه و ادامه نده کارشو. برای ما در فیسبوک، در اینستاگرام محمد نوشته که بازیگر میخواد کنسرت بذاره، فوتبالیست میخواد بازیگر بشه، بازیگر میخواد جواهر فروش بشه، کاراشون هم در حد هنرجوهاست. حدیث هم گفته ایشون نمایشگاه نقاشی بذاره، چیز بدی نیست، فقط سلبریتی ها میخوان همه عرصه های هنر رو اشغال بکنن. و علی هم در فیسبوک نوشته که هیچ گالری داری نقاشی های مشابه کارهای یک سلبریتی رو اگه مال یک فرد معمولی باشه حتی نگاه هم نمیکنه، بنابراین این شهرت فکر میکنه که خیلی کمک میکنه. بگذاریم به پایان بحث میرسیم. قطعا این نیم ساعت فرصت کافی نبود برای این بحث گسترده ای است. همچنان در شبکه‌های اجتماعی میتونید نظر بدید، یا یعنی اینکه برای ما ایمیل بزنید نظرتون رو، و اگر موضوع پیشنهادی هم دارید به شما@bbc.co.uk میتونید نظرتون رو ایمیل بکنید. خوب و خوش باشید، تا فردا.